اینجا در سالن اجلاس سران تهران. سفرا و کارداران خارجی مقیم تهران از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم و برای دیدار با رئیس جمهور و تبریک روز ملی ایران یک به یک به اینجا آمدند. دیداری که خالی از حواشی فوتبالی هم نبود. سفرهای مختلف کشورهای حاضر در این جلسه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران در تغییرات و تحولات منطقه اشاره کرد. الامام الخمینی: الثوره الاسلامیه غيرت وجه المنطقه والعالم وعاد الحضور الاسلامي الى الساحه بعد ان غيبه الاستعمار والحضور الغربي في المنطقه. حقيقه الثوره الاسلاميه وقائدها العظيم نموذج به تاثیرات این انقلاب بر رشد چشمگیر جمهوری اسلامی ایران و جایگاه او در نگاه دوستان و متحدان. Underwent a very rapid development in many fields, especially in the field of technology, I should say, which is now widely recognized throughout the world. و همچنین بر اهمیت مردم محور بودن این انقلاب اسلامی. Really people-centered, which focuses on the development of the people, on the economic development. برخی کشورها خود را مدیون این انقلاب و حمایت ملت و رهبری جمهوری اسلامی ایران می دانند. رئیس جمهور با حضور در سالن محل برگزاری این جلسه از اهمیت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جایگاه مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. نقاط مرزی و مسائل مختلفی که می‌خواستن ایجاد کنن. خب هر وقتم به سخنان رسانه‌های غربی و معاندین و آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای غربی گوش می‌دادید، می‌گفتن بگذارید تا چند ماه دیگر جمهوری اسلامی خبری ازش نیست. به شما بگویم که از اون 6 ماهایی که اونا میگفتند 96 ماه گذشته، اما اونهایی که میخواستند و در سر میپروراندند که جمهوری اسلامی مورد آسیب قرار بگیره الان خبری از خودشون نیست. در حاشیه این خوشبشا رئیس جمهور از مسئله فلسطین هم غافل نشد. پس از پایان سخنان رئیس جمهور، سفرهای حاضر در این مراسم یک به یک به حضور او رسیدند و این مناسبت مهم در تقویم جمهوری اسلامی ایران را به نمایندگی از مقامات کشورشان به رئیس جمهور تبریک گفتند.